بدم ببینم. بدم. پسرمو. پسرمو نعمت. پسرمو زهر مار. پسرمو درد. خدا این نعمت رو ازت بگیره. پسرمو. بله بله حاجیتونم بله. بده بله. پسرمو نعمت بیا. سلام علیکم. حال شما، احوال شما، خسته نباشین. خدا بیامرز مشغولامو. علیک سلام. خیلی ممنون. خدا اموات شما رو بیامرزه. میگم پسرمو. بله. این جلودارو میبینی؟ میدونی چی میگه؟ بعد سه روز صبر کردنش تازه میگه اگه انتخاب شدم دخترت میذارم آبدارچی. بگو جون من. به روی مشغولام هستم. دخترم زحمت کشیده مدرک گرفته، مدرک سومی راهنمایی. من نمیذارم آبدارچی بشه. منم اونو گذاشتمش کنار. نگاه کن این خانمو، خانومیه برای خودش. عکس این خانم مهندسو میذارم. قول داده بعد انتخاب شدنش دخترمو یه جای کارمند استخدام کنه. اما آبجی توران یه چیز بهت بگم ها، تو سبزی‌ها رو با این عکس‌ها می‌بندی. یه موقع ماموری بازرسی ببینه گیر میده ها. تو گلابا کسی نمیتونه به توران سبزی فروش تو بگه. تو اصلا نترس. میدونی میخوام چی کار کنم؟ سبزیام که تموم شد میرم اون یکی ستاد. ببینم اون آقای مهندس میخواد واسه دخترم چه کاره بکنه. بس سلام. خیلی کار خوبو میکنی. اصلا بهترین کار اینه. اینا الان ما رو تحویل میگیرن. بعدن دیگه ما رو نمیشناسن. آبجی توران اگه با من کاری نداری بنده دیگه مرخصشم. داشت یادم میرفت. چرخ جلوی پنجره. هم زاپاس دارم هم آچار چرخ. خیلی ثواب داره. میدونستی؟ نه. دستت درد نکنه. آخه مگه من مکانیکم؟ مگه من پنچرگیرم؟ زندگی خود من پنچره. یکی میخواد پنچره زندگی منو بگیره. بیا پسرمو، میدونی چقدر ثواب داره؟ بیا بیا برو کارتو شروع کن. بفرما دخترم، تو هم ادامه بده. آفرین دخترم. با هجیز آتت به آی لاری. آی تری جفری شیبید وزر آی لاری. من فکر میکنم کاملا آماده شد که بله. انشالله فردا مناظرمون رو اینجا چیکار کنیم، ضبط کنیم. خسته نباشید. سلام. سلام. حالتون خوبه ایشالله؟ صندوقچی هم بازرس انتخابات. خیلی خوشحالم. این نور باید عوض بشه. خوب انشالله. این نور جاش اینجا نیست. این این ای بابا. این باید عوض بشه. آقای صندوقچی، این نور تنظیم شده برای صحنه، اگه نباشه نمیشه. آقای نمیدونم چی. بله. لازم به توضیح نیست. من گفتم شما هم انجام میدین. آقای مجری. جناب آقای جعبچی. صندوقچی ام آقا. شرمنده. جناب آقای صندوقچی. این کار یه کار فنی و تخصصیه. بله. واقعیتش نه شما سرشته دارید و نه بنده. اگه اجازه بدین این مورد رو آقای عکاس باشی حل کنن. آقای مجری. اگه ایشون فنی باشن من هم صندوقچی ام. سری برش گردون آقای عکاس باشی. برش گردون. زود باش. آهان این شد یه چیزی. الان شد قانونی. کجاش قانونی آقای بازرس؟ صحنه اینجاست، نورم باید بزنه اینجا. آقای عکاس باشی. چون من میگم راست میگم. عجب گیری کردیم ها. بنر. اما بنر و اما بنر بگیر اینو بی زحمت. بله. صندوقچی حواسش به همه چی هست. معلوم برام شد. چی؟ یک سنت و نیم. یک سنت و نیم عقب کشیده. این بنر یک سنت و نیم عقب کشیده آقا. یک و نیم سانت. چه فرقی داره واسه این بنر؟ یک و نیم سانت. بازم شما نظر دادین؟ مگه نگفتم توضیح ندین؟ قطره قطره جمع شود، این قطره قطره می شود یک و نیم متر. همون یک و نیم متر قبلی بدون صندوقچی میشه 150 متر. آقای مجری. جناب آقای صندوقچی، ببینید یک و نیم سانت مشکلی نیست که. مگه یک و نیم متره؟ اگه ممکنه اقماز بفرمایید. آره. به به باز چیه؟ به این صندلی ها چیه آقا؟ این صندلی ها بهترین رنگو دارن، خیلی مناسبن واسه صحنه ما. باز نظر دادی؟ مگه نگفتم توضیح نده؟ من همه رنگا رو خوب میشناسم چون روانشناسی رنگ خوندم. پس به صندوقچی توضیح نده، هر چی میگه انجام بده. آقا هر چه زود اینا رو عوض کن. آی صندوقچی یه لحظه اجازه بفرما. رنگ این صندلی چیه؟ فعلا که رنگی مشخص نیست چون جناب علی نشستید. تموم شد. اصلا رنگ مشخص نیست اینجا. اینجا قرار مجری بشینه، مهمون بشینه. چه فرقی میکنه که رنگش قرمز باشه، نارنجی باشه، سفید باشه؟ آقای مجری عرض کردم من رنگا رو خوب میشناسم. این رنگ رنگ سیاسیه. اینا باید هر چه زودتر عوض بشه آقا. چی بگم آقا؟ به 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 به. این گل چیه آقا؟
گلن دیگه یه دکور تلویزیونی این که داره بازم توضیح میده آقای مجری. نه 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 حتما باید این گل عوض بشه. آقای مجری نه فقط جناب آقای جعبه چی عرض کردم که صندوقچی هم جناب آقای صندوقچی اگه اجازه بدین این مورد تخصص منه. هر میز و صندلی که برای اجرا نشستم حتما یه گل بوده. گل بوده؟ ببین آقای مجری من به ایشونم گفتم توضیح ندین جناب. بردارین آقا صندوقچی خوشش نیومد. اجازه بفرمایید شما آقای عکاس باشی. بله. لطفاً اینو بذار اینجا اینم بذار اینجا. چش. آبجی آخه قربونت برم کی گفت اگه رنگ چشم آدم عوض بشه رنگش بیشتر میشه. هر کی ببیندت میگه سر تا به کار کنم آخه. اه بابا چرا؟ درد دماغ میکشم بسمه تو دیگه حرف نزن. عاطفه جان دو دقیقه میتونیم تو حیاط با هم صحبت بکنی؟ باش. اتفاقی که نیفتاده که سلامتیه بفهمش خدا رو شکر میشینیم دیگه آخیش آره داشتم میگفتم خوشبختانه هم شما هم نامزدهای دیگه و هم خود مردم همشون خوب میدونن که شانس مهندس سهامی بیشتره. بله درسته. میگم اگه شما برای تغییر این وضعیت طرح جدیدی داشته باشین من خریدارم. نه طرح خاصی ندارم. والا راستش رو بخوای نبودن آقا جون منو خیلی اذیت کرده. هرچند نامه هاش کمی آدمو آروم میکنه ولی معلوم نیست. میگم شاید گروگانگی را به زور گفتن که آقا جونم این نامه ها رو بنویسه. آخه عاطفه جان ببخشید یه خواهشی ازت داشتم. تو خبری چیزی نداری که اینا رو کی گروگان گرفته؟ من چرا باید خبر داشته باشم؟ یعنی تو میگی بقیه نامزدا دست تو این کار دارن؟ شک نکن ولی کیان و چی کارن نمیدونم. به روح مامان اگه خبر داشته باشم به مرگ آقا جونم خبر ندارم. من از اینجور مسائل میترسم. هانی خانوم عذر میخوام یه آقایی اومدن الانم جلوی ستاد منتظر شما هستن ظاهرا با شما کار دارن. کیه؟ گفتن از طرف آقای مهندس جلودار اومدن. مهندس چلو داری؟ بله. من که با ایشون بده بستونی ندارم. هانی خانم حتما یه بده بستونی دارین که تشریف آوردن. میگم هانیه تنها نرو منم بات میام شاید نقشه تازهی کشیده. پاش پاش بریم. سلام. 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 ببخشید خانوما هانی فرشباف کدومتون هستین؟ من هانی فرشی هستم ایشونم خانم آیلاری هسته. امرتون؟ بله بله شرمنده به جنایی آوردم موفق باشین انشالله. ممنون. میشه جنابالی خودتون رو معرفی کنی؟ خواهش میکنم من آرشم. آقای مهندس جلودان منو مدیر تبلیغاتشون کردم. با ایشون یه صحبتهایی داشتیم قرار شد که با خواهر دکتر سلیم ملاقات کنیم. پرسجو کردیم گفتن که تو این ستا تشریف دارین. حالا اگه لطف کنین آقای مهندس باهاتون یه صحبتی بکنه. ببخشین آرش خان هانیه خانم یکی از هواداران تاثیرگذار بنده هستن. اگه ایشون بخوان به ستاد نامزدهای دیگه برن حتما منم باید حضور داشته باشم. ایرادی نداره بفرمایید. بفرمایید. آقای دکتر ما اینجا جمع شدیم که مشکلاتمون رو حل کنیم درسته؟ شما میفرمایید که سر و صدای مهمونای ستاد شما رو اذیت میکنه. من کاملا قبول داشته و به شما حق میدم. در این فرایند اگه اجازه بدین من به آرش توصیه میکنم تو دو سه روز باقی مونده اونجا رو در کمال آرامش داره میکنم. بازم امری هست بفرمایید. چی بگم والا آقای مهندس بنده هم عرضم همینه دیگه. منتها چون نمیدونیم چه بلایی سر پدرم اومده نمیدونیم نامه ها با زور نوشته شده خودشون خواستن بنویسن چه مسئله ای هست خودتون میدونین که غیر از محبت از شما چیزی ندیدیم. به خدا اعصاب بساب نمونده واسه با
اما آقای دکتر، من که شخصا به راهنمایی شما خیلی زیاد نیاز دارم. انصافا پیشنهادهای شما باعث ترقی ستاد خانم شد. آقای دکتر، من امروز از همشیره شما هم دعوت کردم تشریف بیارن اینجا. در حضور ایشون به شما اعلام کنم که خدای نکرده اگر به فرض محال همکارتون رو با ستاد ما قطع کنین، در ستاد ما رو به روی مردم شریف ببندین، با توجه به این که خیلی ناراحت میشم ولی مجبورم از شما شکایت کنم. چطور میتونی شکایت بکنین؟ مگه ما چی کارتون کردیم؟ شما با آبروی ما بازی کردین خانم. شما اگه پاپس بکشین مردم فکر میکنن پسر حاج کمال خدایی نکرده از مهندس جلوداش چی دیده که ستادشو بسته. این یعنی آبرو ریزی، بعدش هم نصف شدن آرای آقای مهندس جلودار. آی دکتر، امکان داره چند روزم تحمل بفرمایید؟ باور کنین اگه تحمل کنید داداشم پیروز میشه. چی بگم؟ اما میدونین من باید فکر کنم یه ذره، اگه اجازه بفرمایید. سلیم، وقتی برای فکر کردنی سه روز بیشتر نمونده. هانیه خانم، بهتره شما این موضوع رو بدونین. اگه شما هم از ستاد بنده پا پس بکشین، منم میتونم علیه شما شکایت کنم. چشمم روشن، دست در نکنه. نتیجه زحمات من اینه. آقا جونم میگه که باید هزار بار سبک سنگین کنی. بعد ما از شکایت تو نمیترسیم، نه من نه داداش سلیمم. هر کاری از دستت برمیاد برو بکن. شما اجازه بفرمایید ما تا عصر امشب فکرامونو بکنیم، فردا من میام نتیجه رو به شما میگم. من بله شما. فقط آقای دکتر نکنه تصمیمی بگیرین که ما از راهنمایی شما محروم بشیم. اگه اجازه بدین ستاد من پر مهمونه، الان باید برم، دیگه اعصابم نمیکشه. بله اگه اجازه بفرمایی منم کم کم رفع زحمت بکنم، مطب مریض دارم دیگه، ببخشید عذر میخوام. آی دکتر احتمالا فردا شب باتون تماس بگیرم، برای فردا یه جلسه بذاریم. این چه فرمایشی؟ من در خدمت شما. مرسی، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. با اجازتون. خدا با اجازتون. خواهش میکنم شما یه دقیقه تشریف داشته باشین، یه عرض کوچولو باهاتون داشتم. تا اونجایی که میدونم شما اید که برادر منو تو درد سر انداخته. برادر من مهندس چلودار رو از کجا میشناخت؟ چلودار نه خانم، جلودار. بله میدونم، ولی جماعت به خاطر شامونهاری که اینجا میخورن بهش میگن چلودار. والا راستشو بخواین من خودم هم گرفتار این جلودار شدم، ولی دیگه الان نمیتونم پاپس بکشم. چرا؟ به شما چه وعده‌ای داده؟ نکنه میخواد شما را مدیر معرفی کنه؟ خیر خانوم، من خودم شغل و مقام دارم. به پست و مقام اونم هیچ نیازی ندارم. بین خودمون باشه، شما هم جای خواهرای من، ایشون از مجردی من سوء استفاده کردن. اونم حتما بهتون جواب منفی داده دیگه، نه؟ خیر نه نگفته، ولی چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، کاملا مشخصه دیگه. چطوره شما تو این وضعیت عقب نشینی بکنین و اونا دلشون به درد بیاد ها؟ الان دیگه نمیشه. من این کارو شروع کردم، تا آخرشم باید باشم. خودم بچه‌ای تو هچل انداختم. یا باید نتیجه بگیرم یا هم نمیدونم آخرش چی میشه. به هر حال از ما گفتن آقای مهندس. اگر یه موقع نخواستیم با آقای مهندس همکاری بکنین، اینو بدونین که در ستاد ما به روی شما بازه، حتی اگر آخرین روزهای تبلیغات ما باشه. آقای مهندس نیست شما خیلی از اونایی که هواداره تن حمایت میکنی؟ بابا هانی جون، تو حرفای اونجا رو جدی گرفتی؟ نه بابا، من دیدم که الان بهترین موقع است، خواستم چشم زهری ازت گرفته باشم. آره تو یکی یه دونه منی عزیزمی، تو چه بیای چه نیای من سر قلم هستم. عاطفه اگه اینو نمیگفتی از همینجا میخواستم برم خونه و دیگه پامو اونجا نذارم. خانوما بفرمایین تو ماشین تا یه مسیری با هم بریم. بفرمایین خواهش میکنم. چایی تو بخور سرد شد. چشم الان. میگم دیروز خیلی خوب بودا، باز دیروز 5-6 کیلو از این کاغذ جمع کرده بودی، الان اینا رو وزن کنی کلشون 1 کیلو هم نمیشه. نگاه کن خانوم، لپه بریز، نخود بریز، باقالی بریز، تخمه بریز، هر چی دوست داری بریز توش. الان هم که ارزون میدم بقالی ها دارن سر و دست میشکنن. فقط خدا کنه که اینا رو میفروشی صاحبشون تو رو نبینه. بابا از کجا میخوام متوجه بشن؟ اونا تا به خودشون بیان من کارم رو انجام دادم، تموم شده. اون موقع متوجه میشن که کار از کار گذشته. بابا جون، من دیروز رفته بودم بیرون، از این عکسا پخش میکردم، منم دوتا گرفتم. آفرین دختر گلم. کو ببینم از کدوم عکس هست. بفرمایید.
آره دخترم با این عکس پاکت درست نمی کنم. ایشون نماینده ماست ایشالله. اینو من خودم میبرم تو کوچه یا خیابون یه جای بهتر پیدا میکنم میزنم اونجا که همه ببینن. بذاریم باشه با این یکی پاکت درست میکنی؟ من واسه انتخابش یه قربونی نذر میکنم. بابا ذلیل مرده چرا دم به دقیق قربونی نذر میکنی؟ مگه من چقدر درآمد دارم؟ گیریم که من فردا دوباره رفتم سر کار، یه سرایدار معمولی حقوقش مگه چقدره؟ اون موقع باید برم قرض بگیرم بیارم. چیکار میکنی؟ حواست به من باشه، یه پیشنهاد دادی حالا هم جوابشو بگی. من دارم حرف میزنم که لگد نمیکنم که. من یه نظری کردم، خواهش من دیگه چیزی نگو. باشه چشم، هرچی شما بگین. اصلا چهار تا نظر کن. سلام علیکم عمو جان. حالتون چطوره؟ چطور؟ اصلا به تو چالم چطوره؟ ها؟ رتال جانم رتال مرد حسابی اخلاق داشته باشه، مگه من چی کارت کردم غیر از محبت؟ گفتم برو رد کارت. همسرم سفارش سبزی آش داده، میدونه من آش دوست دارم. الان هم بگیره من خوب یه دقیقه سب کن، آش که واجب نیست، تو مسجد مراسم بریم اونجا فاتحه تو بده ثوابشو بذار جیبت، بعد برو سراغ آش دیگه. بابا اگه لازم باشه من خودم میرم، نمیخوام سوارت بشم. من نمیرم. مثل این که تا من تو رو ماش نکنم نزد بده نیست. بده من میرم. ویلکام بابا، گفتم همسرم منتظره، باید برم خونه. مگه پیش خودت نیست؟ آها رفت خورما و تابلو رو از باشی برداره بیاد، الان میام. بگی بلندش کن ببینم. بابا گفتم که ولم کنی، من نمیخوام برم. چجوری بگم نمیتونم برم. گلاب برود مهندس، میدونی من باید دست به آب برم، منو بذار برم خونه. باش بابا بریم ثوابتو بذار جیبت، اونجا دست شویم هست. بریم بابا بریم. بابا من خونه راحت ترم. بفرمایید. علیک السلام. بفرمایید بفرمایید. سلام علیکم. بابا بابا. مقدم عرض میکنیم از طرف خانواده معزا به نامزد انتخاباتی شهیر و کاربلد شهرمون جناب آقای مهندس خیراندیش. امیدواریم که مردم شریف گل‌آباد پای صندوق‌های رای مهندس خیراندیش رو از یاد نبرند. بله تقدیر و تشکر میکنم از طرف خارزا از اهالی محترم گل‌آباد و روستایان هومه، به خصوص روستای بلبل‌آباد، بازاریان، اصناف و کسبه، کتاب فروشان، گل فروشان که زحمت کشیدن در مجلسمون تشریف دارن و کثرت جمعیت رو تحمل کرده و در مجلس ما نشستند. و باز هم تشکر میکنم از جناب مهندس خیراندیش که با تشریف فرمایی بیم که خود ازتون نگذره. برو بابا خدا را برو مجلس رو خراب کردی. برو بفرم. پس کجا داری میری بی‌انصاف؟ مگه نگفتم همسر من منتظره؟ چی آخه بابا واسه پاشی که بریم بابا. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. خدا حافظ. میگم آقا به ملت خوبی نیومده، دست من نمک ندن. بوزا تو جیبت صاف مرد. ببخشید من یه سوالی از شما بپرسم شما جواب بدین. شما به کی میگین یه نماینده قابل و بالیاقت؟ شاید ما نمیدونیم، شما بفرمایید ما یاد بگیریم. برای چه من نباید بدونم؟ من ندونم کی باید بدونه؟ بابا من اینجا خواهم گفت، حقتونو خوردن، شکم گنده کردن.
اگه شغلت بیکاریه، سفرت از نون خالیه، خونه تو بیقالیه، جیبت از پول خالیه، تو شهرت آشغال جاریه، باید حقیقت یکی باشه. حالا بگیم ببینم رأی شما کیه؟ کیه؟ جلودار جلودار. رأی شما کیه؟ کیه؟ جلودار جلودار. احسن قربون همتون برم، فداتون بشه. ببینین من مدیون تک تک شما باشم، اگر گل‌آباد رو قطب کله پاچه دنیا نکنم. مرکز کله پاچه شد گل‌آباد، الکی نیست اینجا شده گل‌آباد. رأی از شما رفتن مجلس با من، توریست بگه خارجه نه گل‌آباد. قربونتون برم، خواهش میکنم، مخلصتون. مادر، مادر کجایی؟ پسرم اگه منو میخوای من اینجا، ولی اگه نامه جدید آقا جونو تو میخوای اونجاست. نه بذار ببینم چیه. داشتم حیاتو جارو میکردم که دیدم انداختنش تو حیات. خدا بگم چی کارشون کنه. حالا نفرین نکن مادر من، بذار ببینم چقدرش با زور نوشته شده، چقدر با خوشی. اصلا شاید بهشون خوش میگذره، ما خبر نداریم، شاید اصلا نمیخوام بیان. واسه من هانیه نوشته که تو این دو سه روز مونده به تبلیغات این کاندیداهایی که رفت آمد داریم باهاشون امتحانشون کنیم، ببینیم به قولاشون چقدر وفادار. راست میگه دیگه، تو و خواهرت هانیه باید حواستون جمع باشه که بعدم پشیمون نشین. شما مطمئن باشین آقا جونتون یه چیزایی میدونه که اینو براتون تو نامه نوشته. نوشته که واسه نهارشام کوفته به خوردمون میدن. دلمه، سه چهار ماه میشه رنگ دلمه رو ندیدیم اون وقت اینا دل. خوبه دیگه، آقا جونتونم که خوشخوراک، الان اونجا همه چی ردیفه، خورد و خوراکش رو به راست، زن و بچه میخواد چیکار. نوشته که شاید همینجا ازدواج کردی. خب دیگه لوس نشو، اینو تو میگی، بده ببینم به کی داری زنگ میزنی. هانیه تماس میگیرم، بیاد صحبت کنیم، مشورت مصلحت بکنیم، ببینیم چیکار میشه کرد. ببخش نای مهندس، بیرون کارتون دارم. بفرمایید. سلام علیکم، امرو باشه. گیریم که سلام، صندوقچیم، بازرس تبلیغات انتخابات. به 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 جناب آقای صندوقچی، اول بگو ببینم کله پاچه دوست داری یا نه؟ بله، نه تنها خیلی دوست دارم، بلکه استاد کله پاچه پزی هم هستم، اما به دو دلیل نمیتونم بخورم. به چه دلایلی؟ اول اینکه حساب صبحانه رو خوردم، دوم اینکه در حال ماموریت هستم. آقا صندوقچی اینجا، صندوقچی اونجا، صندوقچی همه جا. جناب آقای صندوقچی، کله پاچه حاج علی تو کل دنیا مشهوره، اگه نخوری نصف عمرت فناست. بیا اول یه کله پاچه بزن تو رنگ تا ببینیم دنیا دست کیه. ممنونم، یه بار عرض کردم که در حال ماموریت هستم. بابا بیا ناز نکن. نه نمیتونم، در حال ماموریت. بیا خواهش میکنم، تعارف نکن دیگه. نمیتونم، در حال ماموریتم، آقا شرایطشو ندارم. ماموریت من حساس آقا، لطفا درک کنید، الان وقتش نیست که بشینم غذا بخورم. اتفاقا همیشه وقت خوردنه. بشین بشین با جون من، بشین بشین ببینم. ریا واکن دهنتو ببینم. نه 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 من این کارو نکن، گفتم که در حال ماموریتم. ماموریت من خیلی حساسه آقا. همچین میگه ماموریتم، انگار جیمز بام دفته ماموریت. خب حالا هرچی، فکر کرده که من از اوناشم. چرا باز میشه؟ بله بفرمایین، بفرمایین. اینا چیه؟ این اخطارنامه تخلفات شماست آقا. شما کارهای خلاف کردین،
مثلا حرفایی زدین که مغایر با آیین نامه اخلاقی انتخاباته. این همون اخترنامه است. من که فکر نمی کنم خطایی کرده باشم. اصلا من تبلیغاتی نکردم واسه خودم. اگه تبلیغاتی هم شده طرفدارا و هوادارا خودجوش کردن. بعدشم اجازه بدین اگه سواد ندارین بدین براتون بخوننش، تحویل بگیرید و رسید بدین. فدای اون چشات بشم، من کم و بیش سوادی هم دارم. خیلی شرمندتونم. برای من این جای سواله. جناب عالی کله سحری خواب نداشتین صبح علی‌طلوع پا شدی اومدی اینجا این خبرها رو بهم دادی؟ این کله پاچه رو برامو زهرمار کردی؟ آقای مهندس ببین چی بهت میگم. اگه یک بار دیگه تخلفاتتو تکرار کنی دور اسمت یه خط قرمز میکشم تا عبرت بقیه بشه. فعلا خدا نگهدار. بازی پول همون برنه الان گیر میده برو همون که هم برو نیستن او چیری با کریم چی بسیا گل پسر این چیه؟ چیه چسبوندن؟ ایچی با برنامه مناظره این نامزده انتخاباتیه. یعنی چی مناجیر؟ اصلا معلومه چی میگی تو؟ مناظره یعنی چی مناظره؟ نامزده برای حرف زدن فیس تو فیس میشن؟ بعد با حرفاشون مشخص میکنن میخوان کدوم گل سر گل آباد بزنن، بعد رایتش میکنن رو سیدی پخشش میکنن به مدرسه ها عموما ستادا قهوه خونا که چی همه ببیننشون. نخم میگم حرف زدن اونا چه نفی واسه ما داریم واسه استغفر الله. میری یا بزنم داما دا اصابه میگاترم. حالا میخوای منو بزنی ها؟ بگیر بینم اینا رو. میخوام از تکنولوژیم استفاده کنم. کشتی ما رو با این تکنولوژی. سلام عرض میکنم خدمت شما گلابادی های عزیز. عزیزان حالتون چطوره؟ خوبین انشالله؟ الحمدلله. گلابادی های عزیز، جهت اینکه شما در اولین تجربه انتخاباتی خودتون انتخاب درستی داشته باشین، از طرف ستاد انتخاباتی این مناظره ها برگزار میشه. بفرمایید. بنده حسن آقا هستم، مشهور به آقای جلودار، حسن آقا جلودار. عرضم حضورتون که من گلابادیم، 50 سال دارم. خودم هم مهندسی کشاورزی خوندم. الان هم تو کار چرمم، چرم. بله. بنده دکترم، دکتر اکبری، دکتر موسی اکبری. نسلن در نسل گلابادیم. تا 35 سالگی اینجا بودم، در بخشداری مشغول بودم، بعدشم برای ادامه تحصیل به پایتخت رفتم و در پایتخت دکترامو گرفتم. حالا در خدمتم. دکتراتون چیه؟ بله؟ دکتراتون چیه؟ بنده دکتر لوجستیک شناسی. اجازه بدین یادداشت کردم. دکتر لوجستیک شناسی ترمو یونیک با گرایش اپلای دینامیک. کل پاچه سیاه شیردون تر و تمیز فقط در گلابا. آقای مهندس جلودار، انگیزه شما برای شرکت در انتخابات چیه؟ ها؟ حالا که قرار شد تو گل‌آباد انتخابات بشه و گل‌آباد نماینده مستقل داشته باشه، آقا کی بهتر از من؟ کی بهتر از من؟ متخصص هستم، سواد که
دارم. کار بلد تاتون که هستم. اون موقع است که میگه رگ شما کیه کیه؟ بگو فدات شم. الان تو کل گلابات دارم میگن جلودار جلودار. البته افتخار من اینه که در بین این کاندیداها تنها دکتری که نامزد این انتخابات شده بندم و من از ملت شریف گل‌آباد خواهشمندم در سر صندوق موقع رأی به این عنوان دکتر یه مقدار عینت بیشتری داشته باشم. جناب اکبری اگه شما انتخاب شدین این رشته تحصیلیتون که گفتین به چه درد این گل‌آباد میخوره؟ عزیزم الان همه چی روی این دیناپولو دینامیکه. مثلا حالا چجوری توضیح بدم، شما فردا خواستی در گل‌آباد چی بود این مسئله نووادا اسمراتوس رو عوض کنی، باید یه متخصص دیناپولوماتیک باشه یا نه؟ یا نه فردا خواستین این سیستم وراماسیون رو عوض کنین، باید یه متخصص دیناپولوتیک باشه که این کار رو برای شما انجام بده یا نه؟ دقیقا. اون کیه؟ اون منم. مسائل دیناپولوماتیک وراماسیون نصفرامادو مسائلی هستن که باید اصلا شما سردر میرین من چی میگم؟ چی میگم؟ شایدم من تماشای مناظری با تخمه گرم گلابا. تخمه گلابا گرم گرم. سیزده خودون آقای مهندس جلودار، میخوام از برنامه های خودتون برای آبادی گل‌آباد آباد یه توضیح بدین. بله عرض موضوعتون که من انشالله بعد انتخاب شدنم اولین کاری که در گل‌آباد خواهم کرد عبارت از اینه که در نقاط مختلف گل‌آباد چلو کبابی های درست حسابی دایر بشه. این ملت اول باید یه شکم سیر بخورن. آقا ببخشینا، باید کباب بخوری به به، برنج بخوری دونه دونه، رو پلو مرغ آواز بخونه، بو قلمون به اعتقاد من این ملت باید یه شکم سیر بخورن قبل از اینکه تموم بشه. به نظر من اولین کاری که باید برای این ملت انجام بدیم مشت این دروغگوها رو باز کنیم. اون آقایون که یه کارهای کوچیک انجام دادن، یکی دوتا خدمت کردن، اونو بزرگش میکنن. بزرگش میکنن که چی؟ همیشه به چشم بیان. ملت عزیز و شریف گل‌آباد. ببخشید من... آقای دوربین بردار لطفا منو بگیرین. آقای مثلا دکتر شما دو ساعته به جای دوربین داره میکروفون نگاه میکنی. دوربین اونو هاش، اونو باید ببینی. اونو هاش، تو چه دکتری هستی؟ دوربین اونو هاش نگاه، دو ساعته میکروفون رو نگاه میکنی. چیز کن آقا. آقا من به ملت شریف و این پهلوان گل‌آباد میگم که آقا این عنوان دکتری رو تو رأیاتون فراموش نکنین و این کلمه باید. حساس و تصمیم و ایشالله در برنامه بعدی با دو تیم جدید، ببخشید با دو کاندیدای جدید در خدمت شما خواهم بود. خیلی ممنون ایشالله. که با ما بودید. بازم از اینا داریم، بازم میایم. فعلا دیگه خدا. بیچاره است، بی کس و کاره. نمیشه قبول نمیکنن. واسه خود منم کسی ضامن شده از بازداشت در اومدم، من نمیتونم واسه کسی ضامن بشم. پس چرا قبول نمیکنی؟ الانم باید تا اسب بشینی واسه قانون توضیح بدی. به جناب سروانه التماس میکنیم، خواهش میکنیم قبول میکنه. به خاطر دخترش لیلا باید این کارو بکنی. تو نمیدونی به خدا ثواب داره نعمت. میدونی چیه؟ تا تو منو بیچاره رو با دستای خودت بالای چوبه دار نفرستی دستوردار نیستی. آخه این تورن سبزی فروش چه نسبتی با ما داره؟ اومدی فردا فرار کرد، اون موقع من چه خاکی به سرم بریزم. سروناز بی زحمت اینو نگه دار. چرا؟ بگیر میگم بهت. چی شده؟ با آخه چرا اینجوری میکنی مرد؟ زشته. تو کارت نباشه، من میدونم چه کار میکنم. چی آخه در میاری؟ ببخشید. بارو بابا. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایین. به به
آقا نعمت گل مشتاق دیدار. اشکالی نداره، دلمون برای تنگ شده بود. چه عجب را گم کردین. خوبم ممنون، سایتون کم نشی شالله. من در خدمتم. ممنونم. مشکلی پیش اومده؟ بفرمایید. این چیه خواهر؟ تو را سبزی فروش رو بازداشتش کردین، ما هم اومدیم ضمانتش کنیم. آخه اون خواهر خوندمه. توران سبزی فروش؟ خانم شما میدونید که جرم این توران خانم سنگینه؟ ایشون به پوستر یکی از کاندیداها توهین کرده. یه موقع اگه فرار کنه شما به درد سر میافتین ها. میدونستین؟ آخه جناب کجا میخواد فرار کنه؟ کجا رو داره که فرار کنه؟ باشه فرارم کرد، این نعمت، اینو جای اون نگرداری. لطف کردی آقا نعمت، شما رضایت داری؟ من که این وسط کاره ای نیستم، ایشون دستور فرمودن دیگه، مگه نشدیدین؟ سرباز غلامی، غلامی برو بازداشتگاه، توران خانمو بیارش اینجا. چشم قربان. خب بشین میرم آقا نعمت. اینجا؟ بفرما بشین. خب چه خبر؟ تعریف کن، کاسبیت چطوره؟ الحمدلله، خدا رو شکر بد نیست. خدا رو شکر، الحمدلله. بفرمایید. سلام خواهر، تو من آزاد کردی، الهی تو را فدات بشه. شد بشم. خدا خیرت بده. گفتم دیگه بیکس و کارم کسی نمیاد. چه حرفیه؟ گریه نکن. خدا شد. چه خبر خانم اینجا پاسگاست؟ چشم چشم. خدا از شما هم راضی باشی جناب سرباز. سلامت باشی انشالله. بیا توران خانم. چشم چشم. انگشتو میزنی اینجا، فعلا شما میری. بل. اما این رفتن به این معنی نیست بل. که شما آزادی ها. هر موقع احضار شدی باید اینجا باید. چشم. اینجا رو انگشت بزن. چشم. نعمت کله دار شما این؟ بله چطور؟ قربان از همه پرسیدیم، همه ایشون رو نشون دادن. وای داده. بفرمایی. تو هم مال اینجایی؟ خدا ازم رو وزیفمه. خدا شکر. سلام. ببینم مشکلی پیش نیومد که؟ امنیت برقراره؟ نه مشکلی نی، مثل این که وضعشون خیلی توپه ها. آره توپه. اتیپشون برمونه. آره درسته. نگاه کن از این لحظه نه تو منو میشناسی نه من تو رو. بیا. خدا بیده برکت. آخ من کاری نکردم که این همه پول دادی. نه کار بزرگی بود. راستی این قضیه رو تو این شهر فقط من و تو میدونی. ببینم به کسی که چیز نگفتی؟ نه با مگه من مغز خر خوردم برم چغلی تو بکنم. خب به اونا بگو 3-4 ماه دیگه آزاد میشن میرن به کارشون. ببینم آخ جاشون امنه؟ آره انگار راضیان. بعدش هم همیشگی که نیست. ببینم تو به اونا گفته بودی که تو نامه بنویسن ما رو دزدای بازار دزدیدن؟ من؟ آره. نه بابا اینا همه شایعه است، کریمت آدم فروشیست که. باشه بیخیا. آقا به نکرم، خودت تصمیم میگیری، خودت انجامش میدی، دستمزد ما رو میدی، خیلی آقایی. با اجازه.